درود فروان خدمت دوستان عزیز و کسانی که علاقمند درآمد اینترنتی از طریق بازی هستند. یه سایت براتون پیدا کردم که کلی بازی کوچولو موچولوی پر درآمد داره، یعنی با بازی‌های کوچیک میتونید درآمد کسب بکنید. پس تا آخر این ویدیو حتما با من همراه باشید. لطفاً دکمه لایک رو هم الان فشار بدید. آخر ویدیو حتما برای من کامنت بگذارید و بنویسید که دنبال چه جور بازی هایی هستید که ما انشالله از همون مدل بتونیم بیشتر برای شما انتخاب بکنیم. خب ابتدا سری میزنیم به سایت کونگکو و توکن FLR فلار توکن رو با همدیگه نگاهی میکنیم که توکن اختصاصی این بازی هستش که میخوام خدمتون معرفی بکنم. در حال حاضر رنگ 1797 رو به خودش اختصاص داده، پس یک پروژه‌ای هستش که میتونه آینده خوبی داشته باشه و هنوز نمیتونیم راجعش اظهار نظر بکنیم. در حال ما با بازی کردن توی این سایت میتونیم که این توکن‌های FLR را به دست بیاریم و خب پلن پولی داره، پلن رایگان هم داره. من امروز پلن رایگانش هم خب خدمتتون معرفی بکنم و در هر حال پیشنهاد ما این هستش که شما از همین پلن رایگان استفاده کنید. خب لینک سایت رو پایین ویدیو براتون میذارم، توی کانال تلگرام هم میذارم، به راحتی وارد میشید و میتونید ثبت نام بکنید یا اینکه نه مثل من توسط اکانت گوگلتون وارد بشید. همچنین با اکانت های فیسبوک و توییتر و لینکدین هم میتونید وارد بشید که خب این مزیت خیلی زیادی هستش. مشخصه که روی پروژه دارن خوب کار میکنن، به خاطر اینکه با 4-5 تا سایت اجتماعی یا شبکه اجتماعی به اصطلاح قول رفتن صحبت کردن، گوگل و فیسبوک و توییتر و لینکدین، دیگه همه دیگه هیچ کس نیست که من که تو 4 تاش اکانت دارم، یعنی با 4 تاش میتونم وارد بشم که حالا من با گوگل انتخاب کردم و وارد بازی شدم، وارد صفحه بازی شدم. خب صفحه اول بازی بچه اینجوریه، وارد صفحه اصلی بازی که میشید این بازی ها رو پایین بهتون معرفی کرده. یه سری چیزایی اون بالا داره، یکی ریوارد های روزانه هست، دیلی ریوارد هستش که خب حالا اگه هر روز به بازی سر بزنی یه سری چیزایی بهتون میده که حالا سر بزنید و بگیرید دیگه. ببینیم میگه اگه 6 روز بیای توی این صفحه و به بازی سر بزنی، این روز اول یه دونه، بعد ببینید هی داره زیاد میشه، این سرعت 2x میشه، الان 1x، این بعدش 1.5 روز مثلا ششم دو برابر میشه و همینجور میره بالا. اگه هر روز بیاین ببینید اینا باز میشه براتون و بعدا جوایز بیشتری میتونید دریافت کنید. پس این مورد اول. مورد بعدی این که خب توی مای اکانت که بیاین چیز خاصی نیستش دیگه، همون هلپش اینجا میتونید برید بخونید و اگر که دوست داشتید ببینید دقیق‌تر بازی‌ها رو ببینید چی هستش توی هلپ میتونید. توی این یکی بیاین بالا یک FLR توکن نوشته، راجع همین توکنه بهتون توضیحات داده. یعنی هم از فرضاً میخوام الان ببینم که این توکن که داریم راجعش صحبت کنیم رودمپش چیه. حالا در سال 2022 راجع NFT هاش صحبت کرده، این راجع کارهایی که پروژه هایی که دارند و میخوان ادامه بدن اینجا صحبت کرده. ببینید این گوشم چیزای دیگه راجعش نوشته. حالا من دیگه وارد این مسائل میشم. خب استیک هم داره دیگه، شما میتونید بیاین این توکن رو هم استیک بکنید که خب ببینید این شت کوین هستش. ما فعلا توصیه نمیکنیم به کسی بیاد بره یه شت کوین استیک کنه، حالا مثلا 48% هم میگه سود میده. خب نه، این استیکش هم استیک ها اینا رو بریزید دور، فعلا به این چیزا کاری نداریم. NFT بخوایم بخریم و اینا هم حالا دیگه با خودتون، اگه بازی کردی از بازیاش خوشتون اومد میتونید NFT هاش هم بیاد بخرید و خرید و فروش بکنید. البته خب اینا هم بایستی یه مقداری قوانین و قواعد اینجا نوشته که اینجا داره که توی این قسمت نوشته و میتونید بیاین برید اینها رو دقیق بخونید. NFT مارکت داره، این هم NFT مارکتشه که حالا NFT هایی که بهتون میده اینجا هستن که خب قطعا شما وقتی یه NFT بخرید یه سری کارهای ویژه تری میتونید انجام بدید. مثلا ما گفتیم 6 روز صبر بکنیم به 2x میرسیم، ولی ببینید اینجا مثلا $12 هم بدید به 2x میرسید و حالا
اینم ما خیلی توصیه نمی‌کنیم. بعد یه قسمت‌های پولی هم داره، اما اول کار که وارد سایت میشید که الان چون دیگه من وارد شدم اون قسمت رو نشون نمیده. اونا رو هم ما توصیه نمی‌کنیم. شما هم رایگانه، اما اولیه سمت چپش یه دونه داره رایگان، وارد اون رایگانه بشید و فعلا با این شروع بکنید تا بعداً ببینید که بالاخره چی هستش و آیا علاقمند هستید به این یا نه. خب موارد دیگه رو اینجا میبینید که وجود داره و این ویدراوش هستش که اینجا خب آدرس توکن FLR تون رو میخواد. FLR توکن آدرس که تو کیف پولتون ابتدا بستی این FLR مارکت را اد بکنید، که خب من الان چیزی ازش ندارم که بخوام برداشت بکنم. و آدرسش اینجا توی کوینگکو هست. اینها این آدرسشه، میتونید بیاین از اینجا بردارین. شهر تحت پالیگان هم هست، کارموزش هم خیلی کم راحت به تو انتقال داده میشه. این لوگوش هم ببینید، لوگوش هم این شکلیه، لوگوی این بازیه، لوگوی این بازیه اینجوریه. و خب وارد سایتش هم که میشید همین لوگو رو میبینید دیگه همه جا. این یکی از مواردی که اینها ببینید، یعنی لوگوش اینجوریه، پایک فلار یا سایتش هم این. خب حالا بریم سراغ بازیاش. گفتیم چندین بازی کوچولو موچولو داره، پس اینم با ویدراش هستش که اول خب باید توکن رو به دست بیارید، بازی بکنید توی قسمت‌های بازیش و بعداً بتونید اون را برداشت بکنید. که حالا اینم که خب تیمش این آخر کار گفته و تمام اطلاعات راجع این توکن رو اینجا میتونید ببینید. تیمش هم آقای جاناتان چی هست، مدیرش هست احتمالاً، و اینام بقیه بچه هایی. خب حالا از این نظرش یه خوبی داره که تیمشون رو دارن نشون میده دیگه، یعنی نشون میده که دارن روی این کار میکنن. حالا واقعا تا چه اندازه کار بکنن روی این پروژه و بتونن بیارندش بالا دیگه نمیدونم. باید اینجا راجع تیمشون هم دقیقا نوشته و خب حالا شتکوینی هستش که حداقل داره چیز رایگان میده و میتونید دوستان شانس خودتون رو برید امتحان. خب پس این قسمت وارد بازی ها میشیم دیگه من قسمت های دی NFT و ارنایناش هم دیگه توضیح نمیدم، بعد خودتون برید ببینید، چیز خاصی نیست. ما مهمترین قسمتش اینه که بازی کنیم و پول در بیاریم دیگه. خب ببینید 5-6 تا بازی داره فعلا، 5 تا بازی داره، 5 تا. یا با هم ببینیم چی هستش دیگه. الان این بیت باکسش رو من باز کرده بودم روی این صفحه، بذارید تا این بازه بیت باکس بازه ببینید اینجوریه. یه سری از این توپا بهتون میده. من الان یه ذره بازی کردم، لولم اومد تا لول 23 شده 25 و خب بایستی اینا رو بزنید. این بازی ها تو گوشی هم هست. من فقطش بازیاشو بعضیا رو دیدم خیلی دوست دارن. من یادم یه زمانی مثلا سوار مترو می‌شدم تهران، بعضی از این بازی ها می‌کردن تو مترو چسته بودند و گوشی. ها اینجا ببینید یه قلب دادم الان مثل که سوختم. از این بازی ها زیاد می‌کردن تو این مترو ها. زمان شما بازی کردید یا نکردید؟ من واقعتش خودم بیشتر به بازی های استراتژیک و اینجور چیزا علاقمندم. مثلا به این مدل این تیپ بازی ها خیلی دوست ندارم خودم شخصا. توپا رو ببینید چه خوب شد، الان خوب اومدم جلو، آفرین به خودم. باری که الان دوتا توپا اینجایی بپریم، باری این چه خوبه، ای بزن اینا نابودشون کنی نتونم بیا پایین. آن ببین این خوبه، 3 تا به این میزنه 11 تا اون بالایی نابود شد، حالا پایینیه. برو بزن به اینا هم یه ذره بزن دیگه. خب بازیش اینجوریه دیگه. حالا نمیدونم والا شما دوست دارید از این بازی ها یا دوست ندارید. از این بازی های تقریبا هیجانی هستش دیگه. این توپ رو باید به هم بزنیم. نشد دیگه، خوب بازی نکردم این بازو، صاف زدم به اون توپ. یه ذره انگار باید کج و موجه اینا بزنیم، اینا رو بخورم به این دیواره ها و چه بد بازی میکنم. قبول دارید؟ بخاطر هم میسوزم. خب اینجا بچه داره حساب میکنه دیگه، میگه که مثلا اگر که بیاین رتبه اول بشید الان تو این راند بازی بکنید اینقدر پول میگیرید، یه دایم میگیرید. اگر که ببینید اینا پولی هاست، اگر که 2x بشید بعدا 2 دایم میگیرید، اگر مثلا بالاتر بیاین به 2.5x برسیم بعدا 10 دایم میگیرید.
در صورتی که برنده بازی باشید و این صحبت ها. بریم بقیه بازی هاشو بچه با هم دیگه نگاهی بکنیم، این یکی ببینیم چیه بازیش. خب این بازی دومیه اومد از این بازی چاقویا هستش دیگه، اینجا بس از اینا بزنیم اون چاقمون با اون چاقو قبلیه نخوره. آره بعضی هم خورد دیگه چاقمون خورد. نه نه رفتیم استیج دو، آفرین به خودم. من بیاد میگیرم بچه از این بازی ها، اما من از این بازی ها اینجا بریزنم به این، حالا میتونم یه قلب بدم ولی ادامه بدم دیگه، اگه دوباره خورد اینجوری قلب باید بدیم، بازیم بده، این قلب باید بدم برم جلو. اما بردم، نارستم به لول 3 و خب اینجایی بس از این چاقوها بزنیم. همینجوری من میزنم، اما یه ذره اگه دقت بکنیم کی بزنیدش مهمه. آها رفتیم استیج 4. خب دیگه بازیش خیلی هم سخت نیست. آها این زمانه مهمه انگار. آفرین بردم. حالا چی شد؟ حالا بس چی بزنیم؟ پرتقالا رو بزنیم این بار؟ خیلی خب. پس اینم از بازی دومش بچه ها. حالا دیگه ببینیم چیه. بریم یه بازیگش رو ببینیم با هم دیگه. بچه ها بازی بعدی هم آماده شد. بریم ببینیم چجوریه. بپره. بپره. خوردیم تو مانه. میتونیم قلب بدیم کانتینیو بکنیم یا اینکه از نو شروع بکنیم دیگه. پس این بازی بپر جامپینگه. نه و بخواییم توی مانه. یه ذره بازیم بده دوباره. خب خیلی بچه ها دیدیم بازیاش بازیای آسونیه. یعنی بازیای خیلی سختی نیستش. آره دیگه من باختم روی این یکی هم. دیگه من بیشتر بازی نمی کنم. خودتون برید بازی کنید. بازی کردید بس از این FLR بگیرید. روزانه سر بزنید. خب امتیازتون میره بالا. دو تا بازی دیگه هم اینجا هستش. و وقتی هم دیگه اینا رو گرفتین تموم شد میانید تو این ویدرو انتقال میدید به کیف پولتون. اینم از این بازی. الان نمیشه که این بازی البته از همین FLR که جمع کردید، یعنی مثلا میتونید یه مدت یه هفته هفته بازی کنید FLR جمع بکنید بعدم بیاییم بدون اکانت های پولیش رو بخرید که خب به صلاح خود FLR رو بیده بگیرید که یه سری چیزهای ویژه تری هم داره و میتونید استفاده بکنید. البته خب میگم من خودم خیلی از این نوع سبک بازی ها رو نمیپسندم، یعنی خوشم نمیاد بازی بکنم اینجوری ها، من بیشتر بازی های استراتژیک و اینجور چیزها دوست دارم، یا جنگی توش باشه مهره بچینیم از اون چیز تیپی ها خوشم میاد، اینکه حالا بریم از جای بپریم و نمیدونم چاقو بزنیم و این حرفا شاید دیگه با روحیات من خوب جور در نیاد دیگه، حالا شما رو نمیدونم، ولی خب در حال شما ما تو این برنامه معرفی میکنیم بازی ها رو و درآمد رایگان ها، خیلی ها شاید به این سبک بازی هم علاقه من باشند و برن بازی کنن پول در. ممنونم که توجه کردید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.